من فکر میکنم در درون جامعه ما تکلیف ما به عنوان مردم یا به عنوان جنبش یا به عنوان فعالین، تقریبا تکلیف ما با اصولگراها خیلی مشخصه، یعنی مشخصه در کجا ایستادیم و در. اما من خیلی دوست دارم برم سراغ اصلاح طلب ها، اما خیلی مهمه که شروع بکنیم با این کلمه و با این جمله که به اصطلاح اصولگرا اصلاح طلب ها تموم ماجرا. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی این خیابونی که این صدا ازش در اومد یا دانشگاه هایی که این صداها ازش در اومدن خیلی تکلیفش رو مشخص کرده. اما مسئله اصلاحات یا همون اصلاح طلب هایی که به اصطلاح حالا میان نگاه میکنیم میبینیم پزشکیان رو خیلی میان برد میکنن و میگن که اما مسئله اینجاست، پرسش های بی پاسخی که مانده از جریان های اصلاحات. حالا من میخوام اینجای خورده با به اصطلاح با نقد ملایم بیام، یعنی خیلی بخوایم بپذیریم که آره ما یک جایی داریم برای تغییر. پرسش های بی پاسخ بسیار مهمی مونده. مثلا ما اصلاحات رو امروز شناختیم یا دیروز شناختیم، یا مثلا اوج اصلاحات و اوج به اصطلاح اوج گفتمان اصلاحات دوره خاتمی بود. ولی آیا امروز اصلاح طلب ها یا اصلاح طلب های در هست کسی جوابی برای کشتار همون دوره که محمد خاتمی رئیس جمهور بود پرسشی برای کشتارهای مردم اهواز دارن؟ ندارن. پرسشی برای هزار و یک سوالی که مطرح میشه دارن؟ ندارن. ولی مسئله اینجاست، اصلاح طلب ها، یا من خودم مناظره پزشکیان رو دیدم یا گفتگویی که پزشکیان داره با به همراه مشاوراش، نگاه میکنید میبینید که میان روی مسئله شهروند درجه یک، شهروند درجه دو، و چرا اصلا ما شهروند درجه یک و درجه دو داریم و با این سوال مطرح میکنه که چرا باید اینطوریه و این بی‌عدالتیه و این. اما مسئله مهم این کارتیه که اصلاح طلب ها از دوره خاتمی تا به امروز فکر میکنم خیلی خوب باش بازی کرد. و چرا خوب باهاش بازی کردن؟ چون جامعه حذف شده یا جوامع حذف شده در درون جامعه ایران، این جوامع در درون اون حذف شدگی یعنی محروم بودن از تمام حقوق مدنیش. یعنی ما وقتی میگیم حقوق مدنی، خوردن و خوابیدن و در خیابان راه رفتن نیست، حق آموزش، حق انتخاب، حق انسان بر سرزمین، این چیزها وجود نداره. و جالب اینجاست، یعنی ما وقتی وارد مباحث اصلاحات میشیم میبینیم این اصلاحات مرکزیه، اصلا خاصیت مرکزی داره. یعنی این اصلاحات میاد بهت میگه زبان مادری چرا شهروند، نه خیلی روشن و واضح بگیم شهروند درجه دو کیه، شهروند درجه سه کیه، چرا هنوز اسم عرب، کرد، ترک، بلوچ اینها فوبیا هستن برای شماها؟ حالا آیا چرا از این مستقیم از عرب یا از کرد یا نام نمیبرن، یا از بلوچ، ترک، ترکمان و غیره چرا مستقیم اسم نمیبرن؟ چون وقتی وارد دیالوگ میشین با اصلاح طلب ها به شما میگن آقا ما هم همین توانمونه، یعنی ما نمیتونیم با دیگه بیشتر از این رادیکال بشیم. دقیقاً ما همین نقطه‌ایه که ما با شما میستیم، یعنی دقیقاً همین نقطه‌ایه که ما از شما جدا میشیم و نمیتونیم ما و شما رو ما تعریف کرد، چون شما میستیم به اینجا میگیم نه ما هم سرکوب میشیم، رهبرانمون ممنوع تصویرن، زندانین. شما وقتی قدرت آزادی خارج کردن رهبرانتون از حس ندارین چگونه میخواین صدای ما باشین؟ یا اصلا ما چه چیز مشترکی با شما داریم؟
شما همون نقطه هایی که توش نیستین و نمیتونین و فوبیای انسان دارین، فوبیای دیگری دارین، خب همین نقطه‌ای که ما نمیتونیم مثلا دیگه با شما هیچ دیالوگی داشته باشیم، چون این نقطه‌ایه که ما خیلی وقت به اون رسیدیم و گفتیم این نظام قابلیت اصلاح شدن نداره چون ما وجود نداریم. حالا بهت میگه خود پزشکان در خود به اصطلاح همون مناظره یا گفتگویی که داشتن توی میز گرد میگه من مسئله اتنیک ها و مسئله مهمیه. جالب اینجاست مشاورینش خود مشاورینش از مرکزه، نیرویی که ازش حمایت میکنه از مرکزه و هیچ رابطه‌ای با حاشیه نداره، بلکه این مسئله حاشیه یا ملل یا ملل تحت ستم رو به عنوان یک کارت، همیشه به عنوان یک کارت بازی میکنن با اون اصلاح طلب. همیشه اگر بحث کشتار باشه خیلی حرفه‌ای تر از همه میکشن، اگر بحث زندان فرستادن باشه خیلی بهتر از همه بلدن چطور انسان رو زندانی بکنه. یعنی کلیت نظام براشون از همه چیز مهمتره، نقطه ای که اصلا ما نمیتونیم با تفکر اصلاحات اصلا مماشات بکنیم، نمیتونیم با این گفتگو مماشات بکنیم. جالبم اینجاست هیچ نیروی سیاسی نمیتونه با کلمات بازی کنه مثل اصلاح طلب ها، چون اصلاح طلب رو هرگز نمیتونی تشخیص بدی با دشمن یا با توی، هرگز نمیتونی این تشخیص بدی. چرا؟ چون همیشه با کارت ها بازی میکنه و اپورتونیست ترین گفتمان سیاسی خودش میکنه. از اونجا مثلا ما اصلاح طلب ها که امروز متولد نشدن، اصلاح طلب های خارج رو داریم و اصلاح طلب های داخل. اصلاح طلب های داخل همیشه دست به گریبان این نظام هستن که ما اون اصلاح میکنیم، اصلاح طلب های خارج هم همیشه در درون پارلمان ها هستن برای تغییر چیزی. حالا تغییر هم نه، و فراموش نکنیم که بلنگوها یا اون بلنگوهای به اصطلاح اصلاح طلب سابق و سوسیال دموکرات امروز که میگن انقلابی را باید بکشیم، انقلابی رو باید بکشیم قبل از اینکه انقلاب بشه، چون ما معتقد به انقلاب نیستیم بلکه معتقد به اصلاحاتیم و همیشه دست به گربانگیر به اصطلاح سیستم ها هستن، یا در داخل ایران یا خارج از ایران. یعنی در نقطه های صفر ما وقتی وارد احترازات میشیم، در نقطه های تقابل همیشه اصلاح طلبه که یه اصلاح طلب یک تفکره، همیشه اصلاح طلبه که برمیگرده رو به عقب، چون اصلاح طلب در درون جامعه ایران امروز سرمایه داره، امروز صاحب شرکته، امروز صاحب خیلی از این چیزها هستن و امروزه که با همه اینها رو به خیلی از رفقا و خیلی از فعالین سیاسی جامعه ایران میگم. امروز اگر هر کدوم از شما دارین برای این انتخابات تبلیغ میکنید یا دارین برای این انتخابات با گفتمان اصلاحات یا فکر میکنه از طریق این اصلاحات قرار چیزی تغییر بکنه، من به شما میگم قبل از هر چیزی و قبل از هر حرفی بدونین اون خودکاری که امروز میخواییم باهاش رای بدین خون داره، جوهر نداره، و این نقطه فاصله مهمیه میان ما و شماست. این گفتمانی که به اصطلاح چه امروز ما وقتی در درونه در خارج از کشور ببینیم، نگاه میکنیم اصلاح طلب های سابق امروز هم شدن همین ها بودن که اتفاقا مباحث کلیت نظام، یعنی مشکل با کلیت نظام حاکم در ایران صحبت نمی کنن، بلکه تغییر داده شد این مشکل به علی خامنه ای. و این گفتمانیه که هیچ کس اندازه اصلاحات چه در خارج چه در داخل بر این تب نزد، و اینجاست که اتفاقا باز هم اپورتونیستی در برابر احترازات جامعه ایرانی استادن و اپورتونیستی امروز در مسئله انتخابات استادن. حالا وضعیت حال حاضر به اصطلاح خاورمیانه و وضعیت متراکم و مشکلات بسیار متراکمی که وجود داره که روز به روز داره تغییر میکنه، یعنی چیدمان های سیاسی روز به روز داره تغییر میکنه در خاورمیانه
و حتی خیلی از سوال ها رو باید مطرح کرد، یعنی خود مسئله رئیسی و اون هلیکوپتر، همه اینها علامت سوال مهمی هستن. نمیدونم یعنی دقیقا ما در روبروی چه چیزی قرار داریم و قرار چه چیزی اصلاح بشه. مثلا خون رفقامون برمیگرده، خون انسان در خیابان برمیگرده؟ نه، این اصلاحات همیشه در گفتمان اتفاقا همیشه به عنوان مسکن در درون جامعه ایران نقش داشته. هم تهدیدهای نظامی آمریکا مسکن خوبی بوده و هم اصلاح طلب ها. اما من یک مسئله دیگری که میخوام با رفقام یا با همکاران یا با کارگرایی که به اصطلاح ما از اون طبقه میایم و صحبت میکنیم و همرنج هم دیگه، آیا یک سوال منطقی، آیا ما وقتی اصلاحات میان سر دور یا اصولگرا میان سر دور چه اتفاقی در زندگی ما میفته؟ اتفاقی که در زندگیمون میفته پیمونکاری که از طرف اصلاحات میاد ریشاشو به اصطلاح خوب اصلاح کرده و آدکلان خارجی زده، اما اصولگرا و پیمونکاری که از اونجا میاد یه خورده به اصطلاح خیلی به هم ریخته و آشفته است. آیا در زندگی ما چه چیزی تغییر میکنه؟ ما اول توی مباحث انتخابات همیشه روی تبل قومی، قبیله و غیره میزنن تا مردم رو به سمت صندوق رای بکشن، حالا چه در شوراها چه در به اصطلاح مجلس. اینها از مهمترین مسائلی هستن که انسان تلاش میکنن از این ضعف‌ها استفاده. اما فراموش نکنیم همین انسان ها تمامیت هر آن چیزی که ساختار اجتماعی فرهنگی و ساختار اجتماعی فرهنگی ما هست رو همیشه تحقیر کردن، چه رو بروی انسان عرب، چه رو بروی انسان کرد، چه رو بروی انسان بلوچ. آیا امروز میخوایم پای صندوق رای بریم؟ این سوال مهمیه. آیا هلیکوپتری که برگبار بس انسانهایی که در بلوچستان بودن و بعد از اون نماز بودن، آیا چیزی بر میگرده از اون انسانها؟ اون خونها کجا میره؟ همین مناظره های اصلاح طلب ها رو نگاه بکنید، آیه میارن، حدیث از علی میارن، آیا انسان بلوچی که اونجا بعد از نماز برگبار بسته شد، کودکی که کشته شد، کودکانی که در کردستان کشته شدن و تمام اون انسان هایی که کشته شدن، آیا دیگه جایی برای صحبت کردن برای ما گذاشته، جایی برای اصلاحات گذاشته؟ نه، اتفاقا این بار باید خیلی روشنتر و واضحتر ما هم وظیفه داریم داد بزنیم. نه، گفتمان اصلاحات امروز گفتمان ما نیست. ما انسانهایی هستیم که در خیابانها وقتی ما به افتخار میگیم ما شورشیم، متمردیم، افتخار میکنیم به این ادبیات ما هستیم. آیا شما همون انسانهایی نیستین، اصلاح طلب ها همون انسانهایی نیستین که ما رو یک مش انسان شورشی بعد خیابون رو شلوغ میکنه، خیابون رو آتش میزنه؟ نبودیم. چطور امروز میایم پای ما میشین و صحبت از درد ما میکنید، یا اینکه مثلا شهروند شماره یک و دو یا مسئله کارگری رو مطرح میکنید؟ نه، شما عضوی از این ساختار هستین، شما عضوی از این سرکوب هستین و همه شما. اما گفتمانی که امروز ما روبروی اون هستیم و امروز و سالیان ساله که حتی اروپایی ها هم کنارش خیلی قش میکنن، سیستم های اروپایی کنارش قش میکنن وقتی اسم زرد و بنفش و سبز و بنفش رو میارن. نه، ما به شما میگیم شما اروپایی ها کنارتون قش میکنن، شما با رنگ های مختلف میاین، اما برای ما شما اون سبز نیستین که گل بنفش دادین، نه، شما اون آفتاب پرستی هستین که مرتب رنگ عوض میکنه. به همین صراحت گل کف خیابون میروی، با خون شهید میروی.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتین و مرسی از این از رادیو زمانه و تمام دوستان و رفقایی که اونجا فعالیت میکنن و امیدوارم آینده پر از امید داشته باشیم، آینده پر از اتفاقات بزرگ برای جامعه خودمون داشته باشیم و صندوق رای جای ما نیست. و یک قبل از اینکه من تموم بکنم، یک صحبتی، یک تیکه کلامی وجود داره که میگه اذا اردت تخذل شعبا اخرج من یده سلاح وضع في یده ورقه الاختراح. اگر میخوای جامعه ای رو سرکوب بکنی یا جامعه ای رو به نابودی ببری، از دست اون اسلحه مبارزش رو بردار و در دست اون برگ رای رو بذار تا انسان بر این باور باشه که در این آیندهی که داره رقم میخوره نقش داره، در حالی که ما نقش نداریم، ما فقط در خیابان نقش داریم. بدرود.